پانزدهمین روز بهمن ماه منطبق با 4 فوریه، روز ملی سریلانکا. جمهوری جزیره سریلانکا در جنوب هند قرار دارد. جمعیت آن در حدود 19 میلیون نفر است که اغلب پیرو آیین بودایی هستند و به زبان رسمی سینهالی صحبت می کنند. پایتخت سریلانکا شهر کولومبو و واحد پولش روپیه سریلانکا می باشد. نظام حکومتی این کشور جمهوری اعلام شده است. سال 144 پیش از هجرت برابر با 479 میلادی، خشایارشاه پسر داریوش کبیر توسط بانویش استر از خاندان شاول از توطئه هامان وزیر بزرگش برای کشتار اتباع یهودی امپراتوری ایران آگاه شد و همان شب دستور لغو آن را صادر نمود. این دستور در 3 روز به سراسر امپراتوری ایران رسید. سال 226 خورشیدی برابر با 848 میلادی، زادروز آلفرد کبیر امپراتور بریتانیا، معروف به نجیب ترین پادشاه انگلستان که انگلیسی ها او را به صورت فرمان روای فروتن و بردبار توصیف می کنند. سال 1280 خورشیدی برابر با 1902 میلادی، زادروز چارلز آگوستوس لیندبرگ، هوانورد و مخترع آمریکایی که با یک هواپیمای یک موتوره از نیویورک آمریکا برخاست و پس از 33 ساعت و 21 دقیقه پرواز بدون توقف عرض 3600 مایلی اقیانوس اطلس را طی کرد و در برژه پاریس در فرانسه فرود آمد. این پرواز نخستین پرواز انفرادی و بدون توقف بین دو قاره آمریکا و اروپا بر فراز اقیانوس اطلس به شمار می آید. سال 1287 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، عبور نیروهای روسی از جلفا جهت سرکوبی انقلابیون مشروط خواه تبریز. سال 1293 خورشیدی برابر با 1915 میلادی، شکست ارتش روسیه و انگلیس از قوای عثمانی در جریان جنگ جهانی اول. سال 1313 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، طرح تأسیس دانشگاه تهران پس از ارائه به مجلس شورای ملی و تصویب به مرحله اجرا درآمد و سنگ بنای دانشگاه تهران گذاشته شد. سال 1322 خورشیدی برابر با 1944 میلادی، در انتخابات مجلس شورای ملی دکتر محمد مصدق به عنوان نماینده اول تهران برگزیده شد. سال 1323 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، در اواخر جنگ جهانی دوم کنفرانسی با شرکت استالین، روزولت و چرچیل، رهبران شوروی، آمریکا و انگلستان در شهر یالتا در اوکراین به همین نام برگزار شد تا تسلیم بیقید و شرط آلمان نازی در جنگ دوم جهانی را بررسی نمایند. سال 1337 خورشیدی برابر با 1959 میلادی، در گذشت آیت الله آخوند ملا محمد جواد صافی گلپایگانی،